فقط یه تجربه‌ای که ما اینجا تو دانشگاه شریف داشتیم و به صورت مختصر میخوام براتون در حد چند دقیقه ارائه بدم. اول که همه میدونیم سوپر کامپیوتر چیه، کامپیوترهایی که نسبت به تکنولوژی روز بالاترین سیستم رو دارن معمولا اسم سوپر کامپیوتر رو میذارن روشون. اینا از اون سال 1967 توی دانشگاه کلمبیا اولین سوپر کامپیوتر ساخته شد، اسمش رو گذاشتن سوپر کامپیوتر. از اونجا دیگه هر کامپیوتر مین فریم بزرگی که نسبت به بقیه کامپیوترهای روزش بالاتر بود اون اسم سوپر کامپیوتر میگرفت و میمد بالای رنکینگ. من صدام چرا میپیچه؟ خب اگه بریم توی سایت linuxfoundation.org می‌بینیم که در مورد About Linux که نوشته داره 20 سال پیش لینوکس توروالد اومد و اون انقلاب اوپن سورس رو با یه ایمیل کوتاه با نام پروژه Just for Fun به همه شناسوند. الان اولین جمله‌ای که می‌خواد در مورد لینوکس توضیح بده فکر کنم گوشی رو بزنه خب با وایلس به اون وصله. اوکی. اولین جمله ای که میخواد بگه چقدر لینوکس خوبه، میگه که لینوکس پاورز 98% سوپر کامپیوترهای دنیا، یعنی فقط 2% سوپر کامپیوترها از لینوکس استفاده میکنه. حالا این به نظر شما چرا همه سوپر کامپیوترها میان از لینوکس استفاده میکنن؟ اون تبلیغ لینوکس فاندیشن ویدیو 3 دقیقه همون اولش اولین فیچری که میگه 9 تا از 10 تا سوپر کامپیوترها لینوکس ران میکنن، همون 98% و اینجا اومده چیز در گفته. اگه بیام آمار مقایسه بکنیم با دسکتاپ ها میبینیم که ویندوز 90% داره تو دسکتاپ ها استفاده میشه، مک 7%، لینوکس 1%. این حالا ایراد کار کجا هست و کاری نداریم، ولی دقیقا تو سوپر کامپیوترها برعکسه. لینوکس 97%، این آمار چند ماه پیشه، آمار جدید 98%. یونیکس 2% و ویندوز هم 0.2% بود که تو آمار جدید کلن یه دونه سوپر کامپیوتر ویندوزی تو تا 500 داشتیم اونم حذف شد از لیست. و وب سرور هم حالا یه جورایی مین فریم های قوی حساب میشن، 67%شون لینوکسی هست، یونیکسی و لینوکسی هست، 33%شونه که سیستم عامل دیگه استفاده میکنه. این 10 تا سوپر کامپیوتر اول دنیاست که اون اولیه سانوی تانهو لایت این 2 ماه پیش توی چین لانچ شد و 125 پتافلاپ، یعنی 125 بذارین 18 تا صفر هم بذارین جلوش، این قدرت پردازشی این کامپیوتر است. قدرت پردازشی مغز انسان 22 پتافلاپه، بعد یعنی این تقریبا 6 برابر مغز انسانه. سرعت پردازشیش 1,000,000 بار از مغز انسان سریع تره. حالا بخوایم مقایسه بکنیم با اعمال زیستی میبینیم که کامپیوترها دارن از انسان جلو میزنن. حالا به ترتیب تانهی دو و تایتان مقام های بعدی هم تو سوپر کامپیوترها که دوتای اول همون سانوی و تانهی چینه و تایتان ما آمریکا هست. اکثر سوپر کامپیوترها یا تو چین هن یا توی آمریکا، یا چند تا سوپر کامپیوتر خوب هم توی اروپا داریم که اکثرا توی سوئیس هستن. این عکس این عکس سانوی تانهو لایت ما 2 ماه پیش میگم، این رکاشه بود یا 3,000,000 کور داره این کامپیوتره. بعد این تانهی دوه خیلی خوشگل درست کرد، یه لایت خیلی قشنگ تو اون دیتا سنترشون گذاشتن، تو محیطشون گذاشتن. اینم نزدیک 900,000 کور داره و اینم تایتان، بزرگترین سوپر کامپیوتر آمریکا. بعد روش هم بزرگ نوشتن تایتان و عکس کشیدن، خیلی هم خوشگله. اینم فکر میکنم 500,000 کور داره. این هم سوپر کامپیوتر منه، تو پایین مرکز محاسبات داریم.
این سوپر کامپیوتر دانشگاه شریف، حالا اسم نمیشه دیگه، اسمش گذاشت سوپر کامپیوتر چون خیلی از اون رده جهانی پایین تره. ما 768 تا کور بیشتر نداریم، 2 ترام رم داریم، هارد نارم و 30 تا هم کارت گرافیک تسلا داریم توی این داخل این رکامون. بعد این قبلا این رکا دقیقا زیر پای شما تو دانشگاه کامپیوتر بود و ما تو سال گذشته 5 بار برق دانشگاه کامپیوتر رو دان کردیم به خاطر اینکه سیستممون لودش میرفت بالا، اون سیستم کولینگمون خیلی برق میگرفت و دانشگاه برقش میپرید دیگه. مجبور شدیم که بریم از دیتا سنتر دانشگاه شریف پایین توی مرکز محاسبات استفاده کنیم. حالا چرا لینوکس؟ اصلا اون مختار دارم فقط معرفی میکنم سوپر کامپیوتر چیه و کیه و کجا بوده. ما سیستممون لایو بود، بچه‌ها صد خورده تا اجرا روی کامپیوتر داشتن، کسایی که مثلا از 3 ماه قبل پایان نامه‌شون رو اونجا گذاشته بودن و داشت با تعداد هسته زیاد و مموری خیلی بالا ران میشد. اگه ما این کامپیوتر می‌خواستیم خاموش کنیم و به مرکز محاسبات، انگار مثلا 3 ماه طرف ران گذاشته بود از اول با کارش شروع کنیم. کامپیوتر زنده رو مجبور بودیم از برق بکشیم ببریم پایین. بعد تنها راهی که وجود داشت اینه که لینوکس خیلی راحت یه دونه اسنپ‌شات به ما داد از کل سیستم. شروع کردیم نود به نود سیستم رو بردیم پایین. اول فرانت نود رو یه دونه کپی ازش برداشتیم بردیم توی مرکز محاسبات، نود اول اون رو گذاشتیم و یه داپلیکیت سیستمی به وجود داردیم، یکی یکی نودای اینجا رو آف میکردیم میوردیم پایین. بعد فقط در عرض 3 ساعت به جای اینکه یه پروسه چند ماهه عقب بیافتیم، در عرض 3 ساعت تمام تجهیزاتی که ما داشتیم و از دانشکده کامپیوتر انتقال دادیم به مرکز محاسبات و این فقط به خاطر قدرت لینوکس بود که سخت افزار رو به عنوان یه فایل میشناسه. یعنی اگر رمش رو ازش جدا کنی نمیمیره، همزمان زنده است. ویندوز اینجوری نیست، بی اس دی یه جورایی میتونی ازش جدا کنی ولی خیلی سخته. حالا من بگم که فیچرهای لینوکس چقدر خوبه برای سوپر کامپیوترها، علیکی وقت گرفتن که امنیتش بالاست و یوزبیلیتیش بالاست. فقط همین بگم که شما یه جای خیلی خفن بخواین از یه سیستم عامل استفاده کنین، مجبورین از لینوکس استفاده کنین، چون تنها راهی که دارین که همه چی استیبل باشه و همه چی رو بتونین به صورت پورتاب. اینجا ما جا به جایی برامون مهم بود، تجربه های دیگه هم داریم میگم، حالا چون وقت نهاره خیلی نمیخوایم طول بکشه، همه گشنه هستن، یه نفر دیگه هم ارائه داره. من ارائه‌ام تا همینجا بیشتر ادامه نمیدم. اگه دوست داشتین سوال بپرسین پایین سوال بپرسین، زودتری بریم نهار بخوریم. میدم 2-3 تا عکس دیگه از این. این UPS مرکز محاسباته که 300 تا باتری ماشین توشه. باتری ماشین گذاشتیم اونجا که یه موقع اگه برق دانشگاه رفت ما تا 12 ساعت میتونیم دیتا سنتر و HPC دانشگاه رو برقش رو نگه داریم و بدون قطعی سیستممون رو لایو نگه داریم. اینم نمای از بغل رک ها هست که از بالا تمام اون پورت های شبکه اومده، از پایین هم زیر این تایلا اون منابع برقیه. اون دو تا اکس پیشی هم بیارمش. این هم سیستم کولینگ اون با کرمی پشته و خسته نباشید.